الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع أنبيائه ورسله وعلى سيدنا ومولانا خاتم النبيين أبي القاسم محمد وصيجهي من بعده مولانا علي أمير المؤمنين وعلى الأئمة الهداة من أهل بيته والخيرة من آله وصحبه والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ماه رمضان این ماه پربرکت، این ماه سازنده، این ماهی که به ما فرصتی به یه مقدار بیشتر به خودمون بیاییم ببینیم چه هستیم و چی باید باشیم، روز تمام است. امید و آرزوی ما اینه که در جامعه ما به برکت این ماه تحولی و تغییری رو به کمال و شتابی در حرکت کمالیابمون به وجود آمده باشه و به راستی هر یک به عنوان یک فرد در خودمون و امت ما به عنوان یک جمع در درونش این احساس رو داشته باشه که به خدا نزدیک‌تر و در راه خدا خیاطر شد. شما میدونید که اسلام انسان را پویا و متحرک و واقعیتی در حال شدن و شدنی مستمر میشناسه و میدونید که در این شدن و پویایی و حرکت نظر اسلام اینه که انسان با پای خودش و با خواست و انتخاب خودش حرکت میکنه. بنابراین هیچ وقت هیچ آن ما نمیتونیم از مسئولیتی که در راه بردن خیش بر عهده داریم غافل بمانیم. ای مسلمان، هیچ زمان خودت را به دست حوادث و جریان‌ها مسپار که خدای تو را آفریده تا به وجود آورنده جریان ها باشی، نه تسلیم شونده در برابر جریان ها. و این روزه و این عبادت و این ذکر و یاد خدا و این دعا و این نیایش و این حضور در محافل آموختن و به یاد خدا افتادن و به خیش باز آمدنت میتونه کمکی باشه، کمکی شایسته برای این راه برای تو نسبت به خیش و محیط است. و سیاست اجرایی و مدیریت و اداره در جامعه اسلامی که موضوع عرایض امشب منه، یکی از پایه‌های اساسیش حفظ این
خود اداره کردن و خود گردانی در حق فرد مسلمان و در جمع مسلمان ها. بهترین مدیریت و طبق معیارهای اسلام مدیریتی که به عناصر و افراد و به مردم محلها امکان بده که خودشون را بر اساس معیارهای اسلامی اداره کنند. خودگردانی بر اساس معیارهای اسلامی، این روح سیاست اداری در نظام اسلام است. لذا می‌بینید که در زمان مولای علیه السلام که نامه‌های اون حضرت به عنوان امیر مؤمنان به والیان و قضاتش در اطراف سرزمین پهناور اسلام به مقدار زیادی به یادگار مونده و در نهج البلاغه گردآوری شده، در این نامه ها می‌بینید که مولا به ولاتش در چارچوب مکتب اختیارات تام میده و مسئولیت تام هم میخواد و تازه از ولات میخواهد که تنها خود را مسئول اداره قلمرو ولایتشون ندونن، بلکه بکوشن تا مردم قلمرو مسئولیتشون را در اداره امور اونجا و در اقامه صلاح امت و صلاح دین در اونجا دخیل و شریک و سهیم کنن و حتی مسئولیت اصلی رو بر عهده اونها بدونن. و برای اینکه بشود مردم خودشون در اداره امورشون صمیمانه حضور پیدا کنن، یک چیز از همه مهمتره و اون ایمان مردم به زمامداران. همین روزا که صحبت انتخاب نخست وزیر بود و ما بر اساس مواضع اعلام شده مون که مکرر در بیانیه های رسمی تشکیلاتی و در مصاحبه ها و در سخنرانی ها اعلام کرده بودیم، گفته بودیم که از دید ما مهم این است که اداره کنندگان کشور در این مقطع زمانی که توانایی این کار رو داریم عناصری باشند مؤمن به اسلام و انقلاب اسلامی و صدیق و راست. وقتی روی چهرهای مختلف بحث میشد به عنوان پیشنهاد، به عنوان مشورت، صحبت به برادرمون آقای رجایی که رسید، با آشنایی که از این برادر رزمنده با ایمان در طول این سالهای متمادی دوستی و همکاری داشتیم، بیش از همه برای ما این مطرح بود که برادرمون آقای رجایی یک آدم با ایمان و صدیق و راست است. صداقت و راستی و ایمان اینها مسائل اول هستند در رابطه میان امت و زمامداران، چون مردم میخوان به این زماندار اعتماد کنند و شرط اعتماد این است که به دینش و تقوایش و به راست بودنش اعتماد داشته باشند. حتی برادرمون آقای بنی‌صدر رئیس جمهور، ایشان در مقایسه با همه افراد دیگر، حتی افرادی که خود ایشون پیشنهاد می‌کردن، از قبیل آقای سلامتیان، آقای نوبری و اینهایی که خود ایشون پیشنهاد می‌کردن و معتقد بودن که نامزد اولشون برای نخست وزیری آقای سلامتیان و بعد آقای نوبری و اینها، ایشون قبول داشتن در اون جلسات سه‌شنبه‌ای که داریم و می‌گفتن این رو که
بله از نظر صداقت من قبول دارم آقای رضایی تو اینا اوله و درست برای یک نظام اسلامی و سیاست اداری جامعه اسلامی هم همین مسئله مهمه. مسئله دیگر هم مهمه اما در درجه بعد. برای اینکه جامعه صمیمانه و آزادانه و از روی دلخواه بیاد توی میدان خودگردانی و اداره و خودش رو در مسئولیت‌ها شریک بدونه و واقعا لمس کنه کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته رو لمس کنه من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم را با تمام وجودش دنبال کنه و دنبال روی این شعار اسلام باشه و اون امامت جمعی که ما همیشه در مسئله امامت و رهبری و اداره و طبق تعالیم مقدس اسلام و برداشت مترقی تشیع علوی از اسلام مطرح کرده ایم این رو عیان ببینه و ببینه تحقق یافته قبل از هر چیز باید به ایمان مکتبی و صداقت و راستگو بودن مسئولان اطمینان داشته باشه و ما در تمام این بحث هایی که در این یک سال اخیر پیرامون مسئله اداره و مدیریت جامعه داشتیم بیش از هر چیز روی همین دو نقطه تأکید می‌کردیم. چرا؟ برای اینکه ما به تجربه تاریخ و بر اساس مطالعات چندین ده ساله‌ای که در زمینه معارف اسلامی داریم مؤمن هستیم به این اصل و انسان وقتی که به یک اصل ایمان داره طبیعیست که همش میجوشه و میخروشه تا اصلی را که به او ایمان داره مطرح کنه با جامعه عزیز انقلابی با صدق و صفا و وفامون در میان بگذاره و از اونان بخواد ای برادران و خواهران با ایمان ای مؤمنان جامعه اسلام در این مقطع حساس به هوش باشید مراقب باشید مدیریت مملکت باید در دست افراد مؤمن به اسلام و مؤمن به انقلاب و صدیق و راست و قابل اعتماد باشد. اسلام روی این خیلی تکیه داره. شرط عدالت در والی به عنوان یک شرط غیر قابل اقمال یادم میاد با این برادرها با این که صحبت میکردیم من میگفتم چه خوب است روزی فرارت است که مسئولان جامعه ما کسانی باشند که اگر در یک جمع وسیع به نماز جماعت بایستند مردم چنان به اونها اعتقاد دینی داشته باشند که مثل یک امام جماعت معروف به زهد تقوا خوشترش به نماز بایستند و رجایی چنین کسی است. مکرر در طول این 10-15 سال آشنایی با او به نماز جماعت ایستاده ایم. امیدوارم این برادر با ایمان مجاهد رنج دیده بتواند آزاد از هر قید و بند وزرا و همکارانش رو چنان انتخاب کنه که یا رجایی باشند
یا بهتر از رجایی باشند یا چندان کمتر از رجایی نباشند. برای اینکه جامعه در اداره حضور داشته باشه، عشق ببرده به مدیریت، جدا ندونه ملت خودش رو از دولت. میدونید چقدر ما چوب جدای ملت رو از دولت خوردیم؟ برای اینکه ملت خودش رو از دولت جدا ندونه، باید به این دولت ایمان و اعتقاد داشته باشه. و دولت موظف است متقابلا به ملتش اعتقاد داشته باشه. کسانی که به عنوان زماندار قدردان این بلوغ، این رشد، این عشق، این شور، این ایمان، این فداکاری در ملت ما نباشند، اینها هرگز نخواهند توانست با ملت تا همیشه در یک راه بروند. در اسلام و در نظام اداری اسلام، امام امت و مسئولان امت و ولات و والیان و مسئولان بخش ها و مناطق مختلف، اینها باید با مردم باشند و با مردم حرکت کنند. در نظام اداری اسلام بر اساس اعتماد والیان به مردم، این پیچیدگی کسل کننده ملال‌آور که در نظام کاغذبازی و بروکراسیه و دیوان سالاری موجود دنیا خسته کرده همه رو، زمینه نداره. چرا؟ برای اینکه این نظام دیوان سالاری و کاغذبازی ناشی از ضعف اعتماد است. اگه قرار باشه نخست وزیر به وزرا اعتماد، یعنی وزرا در مور این اعتماد باشن، وزیر به معاملانش اعتماد کنه، یعنی معاملان شایسته این اعتماد باشن، معاونها به مسئولان بعدیشون اعتماد کنن، حکومت مرکزی بتونه به استوندارها اعتماد کنه، استوندار بتونه به فرماندارها اعتماد کنه. اگر شبکه اداره به شبکه اعتماد تبدیل بشه، بسیاری از این کاغذبازی ها دیگر زمینه نخواهد داشت. وقتی قرار شد در شورای انقلاب قرار شد، من از طرف شورا در جهاد سازندگی باشم، آمدم توی دفتر مرکزی جهاد، به برادران و خواهران گفتم من آمدم اینجا تا به شما بگویم میخواهیم به خود شما اعتماد کنیم. ما به این نسل جوان خلاق مبتکر با ایمان سخت‌کوشمان باید اعتماد کنیم. چند روز قبل بود، دو سه روز قبل، این برادرهای فعال مرکز پژوهش‌های جهاد سازندگی قرار گذاشته بودن برم اونجا در خدمت شون نتیجه کارهای تحقیقاتی رو ببینم. اتفاقا اون بود خبرهای تلخ مکرر به گوشم برده بود، در فلان استان چه پیش آمده، کجا چه خبر شده،
در غرب چی شده، در شمال چی شده. عصر بود اونجا رفتم، نتیجه تلاش خودجوشانه این بازوی توانای سازنده انقلاب اسلامی من را در بخش‌های مختلف ساختن ماشین آلات، کشاورزی و دامداری، تحقیقات و بررسی‌های شیمیایی و لوازم آزمایشگاه، معماری، معدنشناسی و استخراج، همه در خط خودکفایی از نزدیک دیدم. در طول همین مدت این فعالان جامعه ما موفق شدند در چند بخش راه را به سوی استقلال و خودکفایی جامعه ما بگشایند. در بخش ماشین‌آلات چند نمونه اختراع و ابتکار داشتند، وسائلی را که مورد نیاز امروز جامعه ما برای ساختن جمهوری اسلامی آباد ایران، اینها با استفاده از همین امکانات موجود تقریبا بی نیاز از چیزهایی که از خارج وارد شود ساختن. یک ماشین اتوماتیک آجرسازی، آجر فشاری در دو مقطع کوچک و بزرگ با حدود 700 قطعه ای که همه اونها را خودشون در اینجا ریخته‌گری کردند. ماشین درو کمباین، ماشین خرمنکوب کوچک برای کشاورزان عزیزی که زمین های کوچک کشاورزی دارند و گفتند دنبال این هستیم که ماشین درو دستی هم بسازیم برای زمین های ناهموار، و داریم تجربه اون دنبال میکنیم، هنوز موفق نشدیم. و کارهای دیگری که در دست داشتن ولی اینها به ثمر رسیده بود. باید دهقان ما امسال بدونه که اگر چشم‌تر سال آینده برای درو کردن و خرمنکوبیش دیگر منتظر وارد کردن کمباین و خرمنکوب از خارج نیست. و این کار را کی و این اطمینان را کی میتواند بر عهده بگیرد؟ نسل جوان متعهد با ایمان ما چگونه وقتی که ما به اونها اعتماد کنیم؟ در آغاز مسئولیت جهاد به برادران شورا عرض کردم که من این رو در برابر ملتم خواهم گفت. روزی گفتم چند بار و اینجا بار دیگر تکرار می کنم، گفتم من اعتبارات جهاد را معتقدم باید دور از تشریفات دست و باگیر مالی که الان سد راه عمران و آبادی و سازندگی در اختیار این برادران و خواهران در خور اعتماد بگذاریم. من مطمئن هستم که اینها ذره حیف و میل در کارشون نخواهد بود. برادران و خواهران، صمیمانه به شما عرض می کنم اون که امروز حاکم بر روح برادران شما در مدیریت مملکت یک چنین روحیه ای، و اون که ما در این مدت فریاد می کشیدیم که باید دولت ما یک دولتی باشد انقلابی، یک معنی انقلابیش این بود که باید از گیر و از بند از تار عنکبوت‌های تنیده بر پیکر مدیریت ایران رفته باشد، آزاد باشد. و امیدوارم دولتی که سر کار خواهد آمد
در تمام شاخه های اداره کشور و خدا از چنین روحیه ای باشه. در همین کار مدرسه سازی که در قلمرو مسئولیت قبلی برادرمون آقای رجایی بود پیشنهاد رو ایشون آورد به شورا، بسیار جالب قرار شد برای ساختن مدارس به جای تیون تشریفات کذایی قرار بگذارن واحدهایی برن خودشون مدرسه بسازن آماده کنن با حداقل قیمت بیان تحویل بدن. و با همین اقدام سال گذشته از فعالترین سالهای ساختمانی مدارس در تهران و شهرها بوده. چی؟ چرا؟ چرا؟ رمز موفقیت چیه؟ اعتماد. یکی از اصول اداره کشور در جامعه اسلامی این است که آجان اول افراد عادل صدیق با اعتماد پیدا کن، بعد دل تحویلشون بگو کار بکنی. عکسش نکن. هر کسی را به عنوان کارمند دولت قبول کن، اون وقت بعد بیا بگو حالا میخوایم برای این یه بازرس درست کنیم. از این بازرس بره به فیلتر اون یک مقام بالاتر. پای یک کاغذ کوچولو برای یک مسئله عادی معمولی گاهی انسان 20 امضا میبینه، وحشت میکنه. حالا وقت شما خیال میکنیم که این 20 امضا همه از روی آگاهی و اطلاعه، مگه میشه هم چیزی؟ ممکن نیست. این 20 امضا اگه خیلی خیلی خوب باشه دو تاش ممکنه از روی آگاهی باشه، نه سه تاش. بقیه چیه؟ بقیه واقعا تشریفاته. چه کنیم که جمهوری اسلامی عزیز ما دیگر به سوی قبول نظام دیوان سالاری و کاغذ بازی حاکم بر بخش وسیع از جهان سقوط نکند؟ رعایت این اصل اسلامی، کارکنان دولت باید از میان افراد با ایمان عادل انتخاب شوند. این هم یک اصل، اصل اعتماد مدیریت و مسئولان کشور به امت. اصل سوم، این اصل سوم رو میخواهم همگی با دقت گوش کنید و به صورت یک پیام به گوش همه منتقل شود. مدیران کشور و مدیران جامعه در عین اون که باید برای حاکمیت مکتب کوشا باشند و در برابر خدا و دین خدا و خلق خدا از این نظر مسئولانه عمل کنند، در عین حال باید بدونند مکتب اسلام در پی جذب و پرورش و رشد دادن به همه انسان ها. مدیران، اداره کنندگان
باید خود مسلمانان قبلن ساخته شده باشند. اما وظیفه اونها این است جذبی و جریانی به وجود آورند که اونایی که تالا ساخته نشدند در اون جذب و در اون جریان امکان ساخته شدن پیدا کنند، اون هم امکانی بالا. خواهش میکنم به این نکته باز توجه کنید، چون این نکته نکته مهمی است در نظام اسلامی. مبادا مبادا مسئولان اداره کشور فکر کنند چون ما روی مکتبی بودن مسئولان و کارکنان تا این اندازه پافشاری داریم، بنابراین بگویم به اینکه آقا ما حکومتی هستیم در خدمت مؤمنان. نیست اینطور. ای مؤمنان دستن در کار حکومت، شما حکومتی هستید در خدمت کل انسانیت، نه فقط در خدمت مؤمنان. رسالت شما این است که با حسن مدیریتتون جدی و جریانی به وجود آورید که در اون جب و جریان انسانهایی که هنوز مؤمن نیستن با جوری برخورد میکنن مثل این که اینا، این مسئولان نسبت به این افرادی که ایمان و عملشون ضعیفه اصلا مسئولیتی ندارن. یه مثال براتون بزنم. یک پدر خوب، یک مادر خوب و یک مربی خوب در خانواده فقط مسئول بچه های سربراه و خوب خانواده است. یعنی اگه توی خانواده ای یکی دو تا سه تا از بچه ها کسری دارن، کمبود دارن، لنگی دارن، پدر و مادر خانواده میتونن بگن به این که بله دیگه آی بابا برو تو بچه من نیستی، بچه من حسن و زهرا، ببین چقدر خوب بچه های هستن. این پدر و مادر پدر و مادری هستن نیم آگاه و نه تمام آگاه. پدر و مادر تمام آگاه پدر و مادری هستند که خود را در برابر ساختن، تربیت کردن و روش دادن به آن پسر و دختری که هنوز به اندازه حسن و زهرا روش نیافتن مسئول تر بدانن. مگر نه این است که پیغمبر صلوات الله و سلام علیه فرمود انا و علی ابوا هذه الامه، من و علی برای این امت پدریم. رابطه میان امامت و رهبری و زمامداری و توده مردم با امت رابطه میان پدر و فرزندان است. چطور عاطفه پدری و فرزندی ممکن است اجازه دهد پدری مادری بگوید این بچه ها دیگه فرزندان من نیستن، برای اینکه اینها توی راه و سر به راه نیستن؟ پدر مادر وظیفه تو آن است که بکوشی تا این فرزندی را که هنوز در راه و سر به راه نیست بسازی و به راه آوری. نخست وزیر، وزرا، رئیس جمهور، مسئولان دیگر که در قوه اجرایی کار می کنی
وظیفه همه شما این است در رابطه با کل جامعه موضعی، طرحی، عملی، خلقی، کلامی، روشی، منشی داشته باشید که جامعه را در کل به سوی خدا و راه خدا بکشانید و هدایت کنید. این اصل سوم در نظام اداری اسلام. اصل چهارم، اصل چهارم مراقبت مستمر و پیگیر مسئولان درجه اول نسبت به کار مسئولان درجه دو و سه. وقتی ما صحبت میکنیم از اعتماد دولت به مردم، اعتماد سران حکومت به کارکنان دیگر، هرگز معناش این نیست که خیلی خوب کار را به دست اونها میدیم بگیم فی امان الله، اینجور نیست. ببینید مولا علیه السلام با اون دشواری ارتباطات در اون عصر و زمان میان کوفه و قلمرو وسیع و گسترده زمامداریش چگونه دائما مراقب کار والیانی که میفرستد، اعتماد میکند، اختیارات میدهد، ولی مسئولیت میخواهد و میپرسد و سؤال میکند و رسیدگی میکند خطاب به مالک در اون عهدنامه و منشور حکمرانی پرارزش میفرماد ای مالک، باید بر مسئولانی که در قلمرو تو هستند مراقبانی قابل اعتماد بگماری که دائما از کار اونها به تو گزارش دهند. اعتراف میکنم که در این یک سال و نیمی که گذشت ما در زمینه این بعد حساس از مدیریت به اندازه مطلوبمون جلو نرفتیم. ما در خبر گرفتن از کار کسانی که به اونها اعتماد کردیم و اختیارات دادیم در حدی که اصول مدیریت اسلام ایجاب می کند نتوانستیم خبر بگیریم، و چه بسا از این رد و زد، نابسامانی ها و ناروائی ها پیش آمده باشد. ولی برای همه شما روشن است که در آغاز پیروزی یک انقلاب همه عناصر لازم برای مسئولیت های گوناگون ذخیره نشدند. هیچ انقلابی همه افراد و عناصر لازم برای مدیریتش رو قبلا از جلو نساخته و آماده کنه و بعد از پیروزی یهو رو بیاره توی میدان. خود این جریان یک سال و نیمه برای ما بسیار سازنده و آموزنده بوده است. همانطور که امام فرمودند وقتی انقلاب پیروز شد
عده ای از مدرسه آمدند به جامعه و عده ای از خارج آمدند به ایران و غالبا بدون داشتن تجربه متناسب با مسئولیتشون در زمینه مدیریت و این عیب نیست. یعنی شما میخواستید ما مدیران پس از انقلاب را از میان صاحبان تجارب در مدیریت انتخاب کرده باشیم؟ میتونید بفرمایید که اینها کجا این تجربه رو قبلا یاد میگرفتن؟ آمریکا، اروپا، کشورهای آسیایی یا در رژیم طاغوت وزیر میشدن، نخست وزیر میشدن، معاون میشدن؟ هیچ کدوم. خب طبیعی است پس از انقلاب کسانی میتونن بیان سر کار که فاقد این تجربه هستن و باید این تجربه را ضمن عمل بیاموزن. برادرها و خواهرها، در برخی از شاخه های اداره جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب ما در استفاده از نیروهای جوان با ایمان در مسئولیت‌های استانداری، فرمانداری و مسئولان نهادهای انقلاب در جهاد سازندگی و در جاهای دیگر، در سپاه پاسداران و در کمیته‌ها و در دادسراهای انقلاب، ولی به خصوص در زمینه استانداری و فرمانداری که کار بیشتری صورت گرفته، میزان موفقیتمون در شناخت صحیح افراد و در میزان موفقیت این افراد در خودسازیشون در میدان جدید مسئولیتشون بسیار خوب بوده. هستن هنوز کسانی که در سخنانشون، در نوشته هاشون تخم یأس و بدبینی می پاشن. چرا همچه می کنن؟ چرا کفران می کنن نعمت خدا را؟ چرا نمیان بگن و گزارش بدن به ملت تا ملت به خودش اعتماد پیدا کنه؟ اعتماد به نفس شرط تداوم این انقلابه. ملت عزیز ایران، صدیقانه و صمیمانه میگویم تجربه این یک سال و نیم در اداره کشور با معیارهای هرچه بهتر روز به روز در خط موفقیت به جلو می رود. به خودت و خدایت اعتماد کن. در این حال ما به تدریج میتونیم در میدان عمل عناصر لازم را برای مسئولیت‌های گوناگون شناسایی کنیم. یکی از واحدهای حساس پرمسئولیت در قوه قضاییه و طبق قانون اساسی مصوب شما ملت ایران، دستگاه بازرسی کل کشوره. این دستگاه بازرسی کل کشور دستگاهی است که باید از جانب شما مردم اون مسئله رسیدگی به کار مسئولان را در تمام سطوح انجام بده. ببین آیا مسئولان در حد اعتمادی که به اونها شده و اختیاراتی که به اونها داده شده تا چه حد توانستن در خدمت مردم و در خدمت آرمان مردم باشند. این دستگاه بازرسی کل کشور
قبل از قانون اساسی هم با یک تصویب نامه و لایحه قانونی شورای انقلاب به وجود آمد، اما از نظر واجد شرایط بودن و واجد بودن معیارهای لازم، عناصر تشکیل دهنده آن همگی در حد نصاب نیستند. ما به یاری خدا مصممیم در اقدامی که به زودی برای دگرگون کردن بنیادی دستگاه قضایی و دادگستری می کنیم، این واحد را هم منحل کنیم و به جای آن یک دستگاه بازرسی جوان فعال با ایمان متحرکی که شب و روز نشناسد در کارش به وجود آوریم انشاءالله. یک واحد دیگری که در قانون اساسی باز به همین منظور در یک بعد دیگر پیش بینی شده و باید به وجود بیاریم، دیوانی است به نام دیوان عدالت اداری. آدم الان تو هر جلسه میاد واقعا شرمنده است. در هر جلسه مقدار زیادی نامه از مردم میرسه. 10 برابر این، 20 برابر این نامه روزانه به دفترهای ما میرسه، به دیوان عالی کشور میرسه. شکایت از واحدهای مختلف. وظیفه دیوان عدالت اداری این است که این شکایت ها را درست مثل یک محکمه قاطع انقلابی سریعا رسیدگی کنه، ببینه کجای کار نقص دارد، جای نقص را شناسایی کنه و قاطعانه عمل کنه و حل کنه کار را. بنابراین در قانون اساسی این اصل چهارم، یعنی نظارت مستمر بر کار دستاندرکاران از طرف مسئولان اصلی پیش بینی شده و ما در این یک سال و نیم به دلیل کمبود کادر و افراد شناخته شده در این بود موفقیتمون در حد دلخواه نبوده، اما هرچه جلو میریم به حمدالله بیشتر میشناسیم. ما هر هفته عده‌ای تازه از عناصر صدیق صالح با ایمان را از سوی این جامعه کشف میکنیم و معتقد هستیم صدها برابر این افرادی که ما کشف میکنیم هنوز عناصر کشف نشده وجود دارد. با امیدوار هستم که همونطوری که در سخنرانی نجف آباد به همه ملت عرض کردم و استدعا کردم، عرض کردم برادران و خواهرانی که در خودتون ایمان، صداقت، کارایی و کاردانی و آمادگی برای شرکت خلاق در قبول مسئولیت ها میابید، مناعت و اثر بزرگی با مسائل برخورد کردن را در این مورد لطف فرموده کنار بگذارید، خودتون را خودتون معرفی کنید، نفرمایید به این که دند مسئولان نرم، اینها باید بیان، اونا باید بیان ما را شناسایی کنند. محبت کنید، همکاری کنید، خودتون را از طریق فرستادن نامه ها و آدرس بشناسانید. به دنباله اون عرض من عده خوبی از افرادی که در کار قضایی میتونستن کمک کنن کتبن یا با تلفن یا با پیغام خودشون را معرفی کردن و ما پس از تحقیق دیدیم واقعا عده از اینها عناصر سالمی هستن که تا کنون اونها را نشناخته بودیم. با یک خواهش
و یک پیام عمومی اینها آمدن خودشون رو معرفی کردن و حالا میتونیم از همکاری اونها برخوردار باشیم. به اونها عرض میکنم هیئت تشخیصی رو مدتی در قوه قضاییه به وجود آوردیم. این هیئت داره روی این افراد مطالعه میکنه و گروه گروه از اونها دعوت میکنه و نوبت به همه اونهایی که دوست فرمودند و خودشون را معرفی کردن انشاءالله خواهد رسید. اصل دیگر، اصل پنجم، در اداره و مدیریت در جامعه اسلامی این است که دستگاه مدیریت جامعه اسلامی در عین مشخص بودن مسئولیت ها یک تفکیک قوا در قانون اساسی ما، یعنی مشخص کردن مسئولیت ها. وگرنه قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه، نیروهای نظامی و انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که برای خود جایی مشخص در قانون اساسی داره، اینها همشون باید با هم یک مجموعه، یک دل، یک پارچه هماهنگ تشکیل بدهن و همگی در خط مکتب و پشت سر امام. یک وقت در همون ایامی که ما قانون اساسی رو تدوین میکردیم در مجلس خبرگان، دو سه نفری از صاحب نظران از خارج ایران و خارج کشورهای اسلامی اومده بودن اونجا در باره ویژگی های قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ما سوال میکردن. اونا گفتن ما این مقدار از اصولی را که شما تهیه کرده اید، تاکنون را تصویب کرده اید و در نشریات ما پخش شده مطالعه کردیم، میفهمیم که این یه چیز تازه است، اما درست برای ما شرح داده نشده که تازگیش کجا. برای اونا توضیح دادم که اسم گویا برای نظام ما پس از انقلاب جمهوری اسلامی نیست. ما این اسم رو روی ناچاری انتخاب کردیم که دنیا هم بفهمه. گفتم پس چیه؟ گفتم نظام ما یک اسم داره که این اسم را خود مکتب بهش داده، نظام امت و امامت. بعد براشون شرح دادم که نظام امت و امامت یعنی چه. گفتم نظام امت و امامت اینه، از درون امت مثل یک نهال کندروی که آرام آرام می روید، از درون امت نهالی رشد می کند، بزرگ می شود، بارور می شود، پرشاخ و برگ می شود و رشدش به اونجا می رسد که همه امت با چشمشان می توانند
این درخت پر شاخ و برگ پر بار امام و امامت رشد یافته از درون خودشون را ببینند. این میشه امامت، امامت برخواسته از بطن و متن امت. و این امامت درست به دلیل اون که از بطن و متن امت رویده، دائما با امت می اندیشد، با امت حرکت می کند، با امت می خروشد، هر وقت سخنی از دهانش بیرون آید امت احساس می کند سخن دل اوست که بر زبان امامش جاری شده. ببینید این پیوند رو با هیچ چیز نمیشه درست کنه. این یک پیوند ویژه و جز از همین مسیری که در مکتب ما طی شده است نمیشه به او رسید. امام و امامت در نظام مدیریت جامعه ما اصل است و همه چیز دیگر باید در پرتو این اصل پرشمول در جای خودش ساخته و شناخته شود و قرار گیرد. و به این ترتیب همه نهادهای حکومتی ما اینا باید در خط امام باشند. رئیس جمهور باید در خط امام باشه، مجلس باید در خط امام باشه، قوه قضایی و مسئولان باید در خط امام باشند، نیروهای نظامی و انتظامی باید در خط امام باشد، سپاه پاسداران انقلاب تا وقتی سپاه پاسداران انقلاب است که در خط امام باشد، و اون وقت است که امت دلبسته و پیوسته به امام همه این نهادها را از خودش میدونه، و اون وقت است که دولت و ملت، حکومت و ملت یکی میشه و یک پارچه اون آرمان متعالی که ما برای نظام مدیریت در جمهوری اسلامی من آرزو می کرده ایم. بارالها به همه ما این توفیق رو عنایت کن که بتوانیم در ساختن این الگوی جدید جامعه بشری و نظام اسلامی در خط نورانی امامت و امت موفق باشیم. پروردگارا به قهرمانان پرارج این انقلاب یعنی توده مستضعف ملت ما که قهرمان اصلی این انقلابند روز به روز ایمان و امید و دلگرمی و شور بیشتر عنایت کن. به مسئولان و دست‌اندرکاران مسئولیت‌های گوناگون جامعه توفیق ده که بتوانند چنان عمل کنند که مورد احترام و اعتماد و علاقه قلبی این ملت باشند. دشمنان این انقلاب و دشمنان این ملت با ایمان
سرفراز قهرمان را سرکوب و سرنگون ساد. توطئه‌گران داخلی و خارجی را که بر ضد شکوفایی و پیروزی این انقلاب حرکت می کنند روز به روز رسواتر و خوارتر ساد. ولی عصر امام زمان سلام الله علیه را از ما و کار ما راضی و خرسند بدار. امام و رهبرمان را برای هدایت مستمر این انقلاب تا آخرین مراحل پیروزی تندرست و شاداب و موفق بدار. و صلی علی سیدنا محمد و آله الاطهار. درود بر شماها. با اجازه شما طبق معمول یک مقدار کمی فرصت قائلم برای اینکه برادرها و خواهرایی که دیرشون بتونن برن و به این سوالاتی که رسیده یک ربع ساعت فرصت دارم که در حد یک ربع ساعت جواب بدهم. چرا مسائل مهم مملکتی را با مردم در میان نمی گذارید؟ از قبیل جزئیات کودتا و تبعات. ما همواره کوشیده این مسائل رو با ملت در میان بگذاریم. در جریان تبعات قسمت هایی را برای ملت بیان کردیم. فقط یک خط مونده بود که این خط رو دنبال کردن رسید به یک نقطه کور. پس از رسیدن به اون نقطه کور در شورای انقلاب دو تا ایده وجود داشت. یکی این که مطلب را تا همین جا دقیقا به اطلاع ملت برسونیم. دیگر این که ممکن است این نقطه‌ای که امروز به نظر ما کور می‌رسه فردا گشوده بشه و نشان دهنده یک توطئه دیگر پشت سر این توطئه باشه. بنابراین این بخش رو نگه داریم تا روزی که از کشف دنبالش به راستی معیوز بشید. و به شما عرض کنم یکی از اولین سرنخ‌های مربوط به توطئه کودتای وسیع و گسترده بختیاری نابختیار از همین نقطه کور کشف شد. بنابراین این که این بخش خاص از جریان ثبت به اطلاع ملت شریفمان با همه جزئیات نرسید ناشی از این بود که امیدوار بودن دستندرکاران که بتونن از اینجا چیزی رو برای آینده کشف کنن. و من گمان میکنم ملت ما در این گونه موارد وظیفه ما رو همین میدونه که در این گونه موارد دیگر دوچار ضعف نشیم، بگیم ملت از ما جلمن میشن، چرا از سیر تا پیاز با آنها نگفتیم. یه جایی هم باید سیر تا پیاز رو نگه داریم ببینیم پشت سر سیر و پیاز چی قرار داره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء ورسله وعلى سيدنا ومولانا خاتم النبيين أبي القاسم محمد. وعلى ابن عمه ووصيه من بعده مولانا علي امير المؤمنين
وعلى الائمه الغزاه من اهل بيته والخيره من اله وصحبه والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ماه رمضان این ماه پربرکت، این ماه سازنده، این ماهی که به ما فرصتی به یه مقدار بیشتر به خودمون بیاییم، ببینیم چه هستیم و چی باید باشیم، رو به تمام هست. امید و آرزوی ما اینه که در جامعه ما به برکت این ماه تحولی و تغییری رو به کمال و شتابی در حرکت کمالیابمون به وجود آمده باشه و به راستی هر یک به عنوان یک فرد با آشنایی که از این برادر رزمنده با ایمان در طول این سالهای متمادی دوستی و همکاری داشتیم، بیش از همه برای ما این مطرح بود که برادرمون آقای رجایی یک آدم با ایمان و صدیق و راست است. صداقت و راستی و ایمان اینها مسائل اول هستند در رابطه میان امت و زمانداران، چون مردم میخوان به این زماندار اعتماد کنند و شرط اعتماد این است که به دینش و تقوایش و به راست بودنش اعتماد داشته باشند. حتی برادرمون آقای بنی صدر رئیس جمهور، ایشان در مقایسه با همه افراد دیگر، حتی افرادی که خود ایشون پیشنهاد می‌کردن، از قبیل آقای سلامتیان، آقای نوبری و اینهایی که خود ایشون پیشنهاد می‌کردن و معتقد بودن که نامزد اولشون برای نخست وزیری آقای سلامتیان و بعد آقای نوبری و اینها، ایشون قبول داشتن در اون جلسات سه‌شنبه‌ای که داریم و می گفتن این رو که بله از نظر صداقت من قبول دارم آقای رجایی تو اینا اوله و درست برای یک نظام اسلامی و سیاست اداری جامعه اسلامی هم همین مسئله مهمه. مسائل دیگر هم مهمه اما در درجه بعد. برای اینکه جامعه صمیمانه و آزادانه و از روی دلخواه بیاد توی میدان، اختیارات تام میده و مسئولیت تام هم میخواد و تازه از ولات میخواهد که تنها خود را مسئول اداره قلم رو به ولایتشون ندونن، بلکه بکوشن تا مردم قلم رو به مسئولیتشون را در اداره امور اونجا و در اقامه صلاح امت و صلاح دین در اونجا دخیل و شریک و سهیم کنن و حتی مسئولیت اصلی رو بر عهده اونها بگیرن. و برای اینکه بشود مردم خودشون در اداره امورشون صمیمانه حضور پیدا کنن، یک چیز از همه مهمتره و آن ایمان مردم به زمامداران. همین روزا که صحبت انتخاب نخست وزیر بود و ما بر اساس مواضع
اعلام شده ممکن مکرر در بیانیه های رسمی تشکیلاتی و در مصاحبه ها و در سخنرانی ها اعلام کرده بودیم، گفته بودیم که از دید ما مهم این است که اداره کنندگان کشور در این مقطع زمانی که توانایی این کار رو داریم عناصری باشند مؤمن به اسلام و انقلاب اسلامی و صدیق و راست. وقتی روی چهره‌های مختلف بحث می‌شد به عنوان پیشنهاد، به عنوان مشورت، صحبت به برادرمون آقای رجایی که رسید در خودمون و امت ما به عنوان یک جمع در درونش احساس رو داشته باشه که به خدا نزدیک‌تر و در راه خدا خیاطر شد. شما می‌دونید که اسلام انسان را پویا و متحرک و واقعیتی در حال شدن و شدنی مستمر می‌شناسه و می‌دونید که در این شدن و پویایی و حرکت نظر اسلام اینه که انسان با پای خودش و با خواست و انتخاب خودش حرکت می‌کنه. بنابراین هیچ وقت هیچ آن ما نمیتونیم از مسئولیتی که در راه بردن خیش بر عهده داریم غافل بمانیم. ای مسلمان، هیچ زمان خودت را به دست حوادث و جریان‌ها مسپار که خدای تو را آفریده تا به وجود آورنده جریان‌ها باشی، نه تسلیم شونده در برابر جریان‌ها. و این روزه و این عبادت و این ذکر و یاد خدا و این دعا و این نیایش و این حضور در محافل آموختن و به یاد خدا افتادن و به خیش باز آمدن میتونه کمکی باشه، کمکی شایسته برای این راه برای تو نسبت به خیش و محیط. و سیاست اجرایی و مدیریت و اداره در جامعه اسلامی که موضوع عرایض امشب منه، یکی از پایه‌های اساسیش حفظ این خود اداره کردن و خودگردانی در هر فرد مسلمان و در جمع مسلمان‌ها. بهترین مدیریت بر طبق معیارهای اسلام مدیریتی که به عناصر و افراد و به مردم محلها امکان بده که خودشون را بر اساس معیارهای اسلامی اداره کنند. خودگردانی بر اساس معیارهای اسلامی، این روح سیاست اداری در نظام اسلام است. لذا می‌بینید که در زمان مولانا علیه السلام که نامه‌های اون حضرت به عنوان امیر مؤمنان به والیان و قضاتش در اطراف سرزمین پهناور اسلام به مقدار زیادی به یادگار مونده و در نهج البلاغه گردآوری شده، در این نامه ها می‌بینید که مولا
به ولاتش در چارچوب مکتب